الان هم در واقع تیم تشخیص هویت ما و هم تیم جرایم جنایی ما دارن بررسی میکنن، صحنه برداری میکنن. هنوز به نتیجه نرسیدیم، اعلام میکنیم. به همراه قاضی جنایی دارن کار رو بررسی میکنن. معاون استاندار گفته بودن که نشت گاز شروع حادثه بوده. بعضی از دوستان آتشنشان هم میگفتن که احتمالاً چون قطعی نیست، اجازه بدید که ما قطعیش کنیم، اعلام بکنیم. الان همکاران هم مشغوله. خودیا خارج شدن از ساختمون و تقریبا داریم خارجشون میکنیم. پرسنل بودن و چند تاشون از بیماران اومدن؟ نه، 10 تا خانومن و بقیه آقان از مراجعین به این مرکز هستن. اما اینکه کدومشون کادر در واقع درمانی هستن و کدوم مراجعین هستن هنوز تشخیص داده نشد. شما فعلا صبر کنید تا براش چقدر صبر کنیم؟ هیچ کی جوابونو نمیده. هیچ کی جوابونو نمیده. من بچه‌م اون توه. هیچ کی جوابونو نمیده. هویت افراد برای ما مشخص نیست. این مرکز درمانی بود، علارغم اینکه حالا خدمات معمول رو میدادن، بحث احوال جراحی هم در طبقات بالایی این ساختمون مطرح بود. الان چیزی که من شاهد بودم 18 نفر در طبقه ای که اتاق عمل داخلش هست، فکر میکنم چهارم باشه یا پنجم، حالا دقیق اطلاع ندارم، جد که تو این دود 4-5 بار بالا پایین رفتیم، دقیق نمیدونم، ولی 18 نفر رو اونجا داریم. یک نفر فاقد ارگون علائم حیاتی و عوامل اورژانس سپرده شد، بلافاصله به بیمارستان شهدای تجریش انتقال داده شد، اون رو هم به من خبر دادن متاسفانه فوت کرده. تعداد مصدومینی که تا این لحظه ما مداوا کردیم جمعاً 14 نفر هست، 7 نفرشون به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شدن به علت شدت آسیبی که دیده بودن. اجساد رو من دیدم داشتن جابجا می‌کردن. نماینده دادستانی تشریف داشتن، نماینده پزشکی قانونی تشریف داشتن. همه اون کارهایی که به صورت استاندارد تو حوادث
بزرگ باید انجام بشه. من شاهدش هستم که اینجا داره انجام میشه. اگر اتفاق جدیدی نیفته ما تعداد فوتی و مصدومین رو به همین عدد خاتمه پیدا میکنه ان شاء الله. اطلاع داریم که در محل ابتدایی حادثه کجای ساختمون چه طبقه یا ساختمون بوده و انفجار اینو دقیق من نمیتونم بگم. همکاران آتش‌نشانی باید کارشناسی بکنن، دقیقاً اعلام بکنن که منشأ حادثه از کجا بوده، ولی خب چیزی که وجود داره خب بالاخره یک مرکز درمانی است، کپسول‌های اکسیژن داره، اینها در اثر هر حریقی منفجر میشن. البته خیلی سریع همکاران آتش‌نشانی تونستن این مواد آتش زا رو در اصل از محیط خارج بکنن، این خودش خیلی کمک کرد، آسیب رو خیلی کمتر کرده، ولی خب علت دقیق رو مطمئنا دوستان ما در آتش نشانی خواهند گفت. نه نه مواد رادیواکتیو نداره، چون اصلا سیستم درمانیش اصلا کارهای رادیوگرافی و تصویر برداری هسته اینا انجام نمیدن، اصلا نگرانی توی زمینه ما اصلا اول نداشتیم. من دیدم کارشناسای موضوع هم بررسی کردن، ولی الان میبینید همه همکارا دارن کار میکنن و یه جای نگرانی فعلا نیست.